با بیش از 1 میلیارد کاربر در سراسر جهان، فیسبوک محبوب ترین شبکه اجتماعی دنیاست. ولی سالهاست که اگر بخواید در ایران وارد این سایت شوید، به این سد برخورد میکنید. فیسبوک برای حل مشکل فیلترینگ و همینطور جلوگیری از شنود نهادهای اطلاعاتی، آدرس جدیدی برای ورود به سایتش ارائه داده. تنها مشکل اینه که این آدرس رو با مرورگرهای عادی نمیتونید باز کنید، بلکه ابزاری باید داشته باشید به اسم مرورگر تور. تور مخفف مسیریاب پیازی شبکه‌ای است که در آن به جای ارتباط مستقیم با مقصد نهایی، اطلاعات رمزگذاری شده و از چندین و چند واسطه عبور می‌کند تا هویت کاربر و مقصدش، یعنی سایتی که می‌خواهد ببیند، مخفی بماند. کنار زدن این لایه‌ها مثل کندن پوست پیاز می‌تواند اشک در بیاورد و البته تقریباً غیر ممکن است. تور یک فناوری کدباز مجانیه که مردم همه جای دنیا برای حفاظت از حریم شخصیشون و البته دور زدن سانسور ازش استفاده میکنن. شبکه داوطلبانه از 6000 نفر در بیشتر از 80 کشور که پهنای باندشون رو در اختیار این شبکه میذارن. سازمان پروژه تور بر این شبکه نظارت میکنه و نرم افزاری میسازه که میتونید باهاش به این شبکه متصل بشید. در عمل تور مثل یک نسخه تغییر یافته مرورگر فایرفاکس است که می توانید دانلود و اجرایش کنید. به خاطر رمزگذاری و تغییر مسیرها در این نرم افزار، سیستم فیلترینگ نمی تواند جلویتان را بگیرد، چون معلوم نیست به کدام سایت می خواهید سر بزنید. البته مسئولان فیلترینگ هم بیکار ننشستند. فیلترینگ ایران در مقایسه با بقیه کشورها خیلی تهاجمیه. به همین خاطر ما سعی میکنیم چند قدم از سانسور جلو باشیم و فناوری‌های جدیدی ابداع کنیم. وقتی ببینیم تور فیلتر شده، این روش‌ها رو پیاده میکنیم تا جلوی سانسور رو بگیریم. بنابراین هی ما فیلتر میشیم، هی راه تازه استفاده میکنیم، دوباره فیلتر میشیم، دوباره یک روش جدید پیاده میکنیم. ولی تور علاوه بر فیلتر شکن بودن، دریچه‌ایه به نیمه پنهان اینترنت، جایی که هویت همه، هم کاربرا و هم گرداننده های سایت ها مخفیه. جایی بدون قانون و غیر قابل رهگیری. جایی معروف به وب تاریک. جایی که می شود از فروشگاه هایش مواد مخدر، اسلحه و کالاهای ممنوعه دیگر خرید. واحد پولش نه دلار و یورو و ریال، که واحد پولی الکترونیکی به نام بیت کوین است. اگرچه پلیس فدرال آمریکا FBI چندی پیش توانست سایت راه ابریشم، معروف ترین فروشگاه آنلاین مواد مخدر را ببندد، ولی وب تاریک هنوز پر است از سایت های شبیه به آن. سایت های نامرئی که هویت فروشندگان، مشتریان و گردانندگان آنها در لایه های شبکه تور پنهان مانده. فیسبوک هم حالا در این تاریکی نشانی برای خودش دست و پا کرده. تا قبل از این میشد به کمک تور به فیسبوک وصل شد، اما نکته اینه که فیسبوک یک سری اقدامات امنیتی داره که مطمئن بشه که در واقع اون کسی که وصل شده یک انسان باتنت نیست و در واقع اون حساب کاربری فیسبوک هک نشده. اما کاری که تور میکنه اینه که ما زمانی که در واقع باهاش وصل میشیم وبسایتی، کاملا ممکنه که در فاصله های خیلی کوتاه مدتی آی پی ما رو عوض بکنیم. یه موقعی ممکنه از مثلا آمریکا وصل بشه، یه موقعی ممکنه بره از آلمان وصل بشه، و فیسبوک هم چیزی رو دوست نداره. خیلی سریع حساب ها رو در واقع تگ میکنه که اینا هک شدن، بعد سوالات امنیتی میپرسه، میخواد که در واقع اسم رمز عوض بشه. افشاگری های ادوارد اسنودن درباره گستره جاسوسی نهادهای اطلاعاتی در کار کاربران اینترنت برای بسیاری از غولهای دنیای فناوری هم دردسرساز شده و اعتماد به آنها درباره حفاظت از اطلاعات شخصی افراد را کم رنگ کرده. ولی آیا فیسبوک میتواند با اتصال به شبکه تور آب رفته را به جوی برگرداند؟ این نکته مهمی که در فیسبوک وجود داره مسئله مهندسی اجتماعیه. به هر حال ما اونجا دوستانی داریم و داریم باهاشون صحبت میکنیم، لایکشون میکنیم، شیرشون میکنیم، و ذات انجام همین کار میتونه به هر نهاد نظارتی کمک کنه. خیلی هم مهم نیست ما از طریق تور وصل شدیم یا هر جای دیگری. علاوه بر این یک مسئله خیلی مهم، یک خطر خیلی مهمی که وجود داره اینه که ممکنه ما روی دستگاهی داریم استفاده میکنیم مالور وجود داشته باشه و اساسا خیلی دیگه به کانال ارتباطی ربط نداره. از مبدا در واقع نظارت میتونه انجام بشه. به این دلیل در واقع بخشی از خطرات کمتر شده، اما همچنان یه انواع دیگه از خطرات وجود داره که این کار خیلی کاری براش نمیتونه بکنه. دولت‌ها میگویند هدف از فیلترینگ و شنود حفظ امنیت مردم است، ولی خیلی ها این دو را زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی‌ها و حتی تهدیدی برای امنیت خودشان میبینند. نبرد بین این دو جبهه، بین جاسوسان و ناشناسان،
بین فیلترگذار و فیلترشکن جنگ موش و گربه است که شاید هیچ وقت تمام نشود.